tipped in by Rafinha, and Lunin scraped it away, but did he scrape it away in time? Let's have another look at it here. It takes a deflection off of Lucas Vazquez. Ooh, I think the ball is in. No goal and play on, and another corner for Barcelona. Bellingham into the roof of the net, and that is it. It's all over. It's all over here. میدونین اگه اشتباهات بزرگ داوری بر علیه تیم‌ها صورت نمی‌گرفت، جدول لالیگا بعد از هفته 32 چه شکلی بود؟ صبر کنید. قبل از اینکه بخوایم در مورد ال کلاسیکو و نقاط ضعف و قوت بارسا و رئال صحبت بکنیم، باید یه سری حقایق رو بازگو کنیم. همونجوری که روزی روزگاری آرسنالیا به خاطر اخراج فن پرسی و چلسی فنا به خاطر انتا پنالتی که جلوی بارسا براشون نگرفتن به داوری‌ها در حمایت از بارسلونا معترض بودن، الان قشنگ همه چیز برعکس شده. یه مسائلی به وجود اومده که هیچ بازیکن و مربی روشون کنترل نداره و اون مسائل چیزی نیست جز وضعیت متناقض خنده‌دار یکی از بزرگترین لیگ‌های جهان، یعنی لالیگای اسپانیا. خاویر تباس رئیس لالیگا با رسانه‌ها مصاحبه می‌کنه و در کمال وقاحت میگه بنده به عنوان یک طرفدار رئال مادرید از انتقال امباپه به تیم خیلی خوشحالم و البته از نظر من هنوز نمیدونم که امباپه بهترین بازیکن جهانه یا وینیسیوس یا بلینگهام، ولی به هر حال من برای آینده رئال مادرید خیلی خوشبینم و خوشحالم. بعد خب هواداره بارسا: آقا این چه وضعیه؟ یعنی چی؟ بعد موندو دیپورتیوو که البته یه رسانه نزدیک به باشگاه بارسلوناست، گزارش میده که فلورنتینو پرز رئیس باشگاه رئال مادرید در تونل ورزشگاه سانتیاگو برنابو و قبل از ورود بازیکن‌های رئال و بارسا به زمین، همینجور که داشته به بازیکن‌های خودش روحیه میداد و دم گوش والورده میگفته که سفت بزن مچ پای دیانگو بیار پایین، یه سلام علیک مختصری هم با داورای بازی داشته و یه داور خسته نباشیدی هم بهشون گفته و پشمای بازیکن‌های بارسا از این وضعیت ریخته. بعد هواداره بارسا میریم توی بازی دقیقه 28، کورنر میاد رو دروازه رئال مادرید، لامین یامال یه اثر کوچیک رو توپ میذاره و لونین دروازه‌بان رئال مادرید با یه وضع کثافتی توپ از روی خط دروازه میکشه بیرون، در حالی که ژاوی، بازیکنای بارسا، لاپورتا و کل بر و بچ ساکن کاتالونیا اعتقاد به گل داشتن، داور در کمال آرامش میگه صبر کنین ببینم وی آر چه زری میزنه، صبر کنین هیچی نگو. اینجا بیننده تلویزیونی از خودش میپرسه اینا مگه تکنولوژی خط دروازه ندارن؟ و جواب چیه؟ نه. چرا؟ چون خاویر تباس رئیس لالیگا که احتمالاً دو واحد اقتصاد مقاومتی در دانشگاه امام صادق اسپانیا خونده، اعتقاد داره تکنولوژی خط دروازه نهایتاً 3-4 بار در طول فصل بخواد استفاده بشه. بعد من نوعی 5-6 میلیون یورو بیام هزینه کنم برای 4 تا صحنه داوری؟ میخوام نکنم. میرم یه پولی میذارم کف دست بچهای وی آر، میگم آقا خودتون با وضعیت موجود صحنه رو در بیارین دیگه. اون وقت نتیجهش چی میشه؟ وی آر تو گوش داور بازی میگه آقا با توجه به 43 تا دوربین و زوایایی که روی خط دروازه و روی توپ و روی دروازه‌بان داشتیم، هیچ کدومشون واضح نیست و ما نمیتونیم تشخیص بدیم که این توپ گل شده یا گل نشده، فلذا بزنین یه کورنر دیگه بزنین. بعد هوادارهای بارسلونا: او بابا. خب اینا رو گفتیم، حالا بریم سراغ نقد و تحلیل منصفانه ال کلاسیکو. قبول؟ حالا که بیشتر از یک سال از پایان جام جهانی 2022 قطر و قهرمانی آرژانتین با لیونل مسی میگذره، انشالله خدا بخواد مسئولای برگزاری توپ طلا که نمیخوان به واسطه پر شدن استادیوم‌های لیگ آمریکا به خاطر حضور لیونل مسی یه توپ طلای دیگه بهش بدن دیگه. نه، البته که برای من نوعی ارزش و اعتبار جایزه توپ طلا خیلی وقت زیر سوال رفته، به خصوص که نه ریبری، نه اسنایدر، نه هالند و نه رودری که همگی فاتحان سگانه بودن، هیچ کدومشون موفق به کسب توپ طلا نشدن. حالا که یه بازیکن انگلیسی پیدا شده که اتفاقا پیراهن رئال مادرید رو هم میپوشه و داره میدرخشه و تو بازی‌های بزرگ برعکس ارلینگ هالند داره بازی‌ها رو در میاره، چرا توپ طلا به جود بلینگهام نرسه؟ جود واسه رسیدن به همچین موفقیتی توی 20 سالگی خیلی شرایطش جفت و جوره. یعنی رئال که عملاً با بردن بارسلونا توی ال کلاسیکو 6 امتیاز دیگه بیشتر نمیخواد تا به طور رسمی قهرمان لالیگا بشه، از اون طرفم توی 4 تیم برتر لیگ قهرمانان اروپا حضور داره، میمونه یورو 2024 که با این ترکیب فوق سکسی که تیم ملی انگلیس داره عملاً شانس اول قهرمانی خودشونن. چه کسی واقعاً بجز خود جود بلینگهام میتونه این جایزه توپ طلای 2024 رو ازش بدزده؟ ساوتگیت جب گیری کرده، چه مربی یا
هفتم بهمن ماه بود که بعد از نمایش اسفناک و پر اشتباه بارسلونا و شکست عجیب 5-3 مقابل ویارئال، اون هم جلوی چشم کاتالانی ها، ژاوی که یکم هم توهم توطئه داره احساس کرد که حمایت رختکن باشگاه و رسانه ها رو از دست داده، فلزا اعلام کرد که آقا ما رفتیم، ما صبح میریم، آقا مشکلات بارسا حل میشه، ما 2000 تا مشکل داریم، هر مشکلی هم پیش میاد ما صدامو در نمیاد، ما هیچی حرف نزدیم، خسته شدیم دیگه بابا. همونجور که توی این ویدیو اشاره کردم، تصمیم به اعلام جدایی از باشگاه در پایان فصل توسط ژاوی تصمیم درستی بود و اونا بعد از این اتفاق 13 بازی بدون شکست رو تا قبل از بازیاشون جلوی پی اس جی و رئال تجربه کردن. اما چهارشنبه شب به نقل از منابع معتبر اعلام شد که ژاوی تا پایان فصل 2024-2025 یعنی یه سال دیگه توی باشگاه بارسلونا میمونه. ژاوی و باشگاه بارسا باید سر یه سری مسائل تکلیف خودشون رو معلوم کنن. مثلا اگه برای فصل بعد باشگاه با همین کادر بدنسازی فصل رو شروع بکنه و دقیقه 70 بازیکن‌ها ببرن، مسئولیتش با کیه؟ با ژاوی؟ اگه شایعات نقل و انتقالاتی حول محور فروش رونالد آراخو حقیقت داشته باشه، سال دیگه که دفاع بارسا عین لای پای پیرزن کلاً باز بود، فوششو ژاوی می‌خوره، دکو یا لاپورتا. اگه فرانکی دیونگ بمونه و یه هافک دفاعی قلدر برای بارسا خریداری نشه و توی بازی‌های بزرگ تبدیل بشه به پاشنه آشیل تیم، فوششو ژاوی می‌خوره، دکو یا لاپورتا یا فرانکی دیونگ یا دوست دخترش که علاقه زیادی به شهر بارسلون داره. لوکاس واسکز توی افسانه لعنتی. لوکاس واسکز هر موقع که دنی کارواخال برای دفاع راست در دسترس نباشه، میاد و در کمال سادگی وظیفش رو انجام میده. کسی که چهارمین 90 دقیقه کاملش رو در ال کلاسیکو طی 9 سال حضورش در رئال مادرید سپری کرده. خود لوکاس واسکز میگه این لحظه هایی که تعداد دقایق بازیتون کم میشه باید خون سرد باشین و ادامه بدین، چون ممکنه این احساس بهتون دست بده که آدم مهمی نیستین. واسکز پذیرفته که ستاره تیمش نیست، ولی عضوی از تیمشه، پس تمام تلاشش رو میکنه. به عنوان کسی که 32 سالشه و مدت هاست از یه وینگر به یه دفاع کناری قابل اطمینان تبدیل شده، ممکنه مثل ناچو وسوسه بشه و بره دنبال یه باشگاه جدید بگرده و یه پایان پرسود رو برای خودش و خانواده‌اش رقم بزنه. واسکز با گرفتن یک پنالتی، زدن یک گل و دادن یک پاس گل نشون داد هر چه در توانش باشه رو برای مادرید میده. ما داریم درباره بازیکنی صحبت میکنیم که هیچ درکی از مفهوم آگاهی محیطی نداره. کانسلو اگر در بعد هجومی بازیکنی باشه که حتی بتونه شماره 10 بپوشه، تو بعد دفاعی از هر دو جهان آزاد و رها و فارغه، به خصوص در بازیهای بزرگی که مثل بازی پی اس جی و رئال تیم رو به فنا میده. لازم به گفتنش نیست که آقای ژائو کانسلو سر گل اول پی اس جی توسط دمبله و سر گل دوم رئال مادرید توسط واسکز تمام اصول اولیه دفاعی رو فراموش کرده بود و فضا رو برای دمبله و واسکز آب و جارو کرده بود و فقط کم مونده بود بگه آقا بیا بکنین تو گل ما. کانسلو حتی روی هر دو تا پنالتی که بارسلونا جلوی پی اس جی و رئال مادرید داد هم مقصر بود. با دیدن این نمایش های ژائو کانسلو باید میفهمیدین که پپ گواردیولا الکی بازیکنو از معادلات فنی و معادلات رختکن تیمش حذف نمیکنه، چون یه نگاه ساده به سابقه نقل و انتقالاتی ایشون کاملا نشون میده که این حجم از قرض دادنش به تیمای دیگه بی دلیل نیست. نکته اینه که نگه داشتن همچین بازیکنی ولو قرضی در باشگاهی به جوونی بارسا سمیه. چرا؟ چون بارسا احتیاج به رهبر داره، نه یه بچه ننه 29 ساله که به گفته دوستان نزدیک پپ وقتی توی ترکیب نبوده موقع حرف زدن مربی هدفون میذاشته تو گوشش و تصمیمات مربیشو زیر سوال میبرده. با همه ی این اوصاف، حرف آخر در مورد ژائو کانسلو رو اون دلال پرتغالی و مدیر ورزشی پرتغالی میزنن، نه من و شما. از شما خواستم تشکر کنم به خاطر نگاهتون تا این لحظه به سوکیبال. دمتون گرم.